سلام به همه شما دوستان و همراهان کانال خودیاری با میترا. در این ویدیو قصد دارم در رابطه با دانش مراکز انرژی بدن، چاکراها، توضیحات بیشتری رو برای شما داشته باشم. چاکراها مراکز انرژی در بدن هستند و انرژی حیاتی رو از کیهان و محیط اطراف گرفته و به امواج مورد نیاز نقاط مختلف بدن تبدیل می کنند. مهمترین وظایف چاکراها جذب، گوارش و توزیع پرانا یا انرژی حیاتی در بخش‌های مختلف بدن می باشد. همچنین کنترل، تقویت و مسئولیت درست کار کردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف آن را بر عهده دارد. چاکرای اول چاکرای ریشه. این چاکرا به رنگ قرمز آتشین می درخشد. در حالت تعادل، فعالیت، خودجوشی، استقلال و قدرت رهبری را ایجاد می کند و در حالت عدم تعادل موجب خشم، پرخاشگری و اعمال نسنجیده می شود. اندام‌های وابسته بدن، کف لگن، غده‌های مرتبط با واژن یا آلت مردانه، پروستات در مردان، مثانه، روده بزرگ و مقعد، خون و ساختمان سلول‌ها می‌باشد. محل قرار گرفتن چاکرای اول در جای بین مقعد و اندام تناسلی میان دوراه قرار دارد. با دنبالچه مرتبط است و به طرف زمین باز می‌شود. پاکسازی و فعالسازی چاکرای اول. 1. لذت بردن از طبیعت. مشاهده کردن رنگ قرمز آتشین خورشید به هنگام طلوع و غروب خورشید چاکرای ریشه را احیا و هماهنگ می‌کند. عنصر چاکرای ریشه خاک است. نشستن بر روی زمین به شکلی که چاکرای ریشه کاملاً بر روی زمین قرار گیرد باعث تقویت چاکرای ریشه می شود و اگر بتوان هر دو تجربه رو با هم تلفیق کرد بهترین اثر را خواهد داشت. 2. موسیقی درمانی. مناسب ترین موسیقی ریتم یک نواخت همانند موسیقی های خیلی قدیمی از قبایل بدوی می باشد. همچنین از صداهای طبیعت می توانید بهره مند شوید. صدای آبشار، رودها، دریا و صدای جنگل بهترین صداهای طبیعی می باشد. 3. رنگ درمانی. چاکرای اول مقاربت و نزدیکی به رنگ قرمز روشن دارد و با این رنگ می توان آن را فعال کنید. 4. سنگ درمانی. سنگ هماتیت. این سنگ با چاکرای ریشه در ارتباط است و ما را به زمین متصل می کند. سنگ گارنت. این سنگ سبب از بین رفتن انسداد و تحریک کندالینی یا انرژی خلاق می گردد. سنگ عقیق آتشی. برای برقراری ارتباط قوی با زمین بسیار مفید است. این کریستال برای از بین بردن هراس مناسب است و استفاده از آن به عنوان زینت‌آلات سبب محافظت می شود. سنگ یاقوت. برای پیشینیان یاقوت سنگ خورشید بود و عقیده داشتند که نشانه نیروی زندگی و آتش است. جاسپ قرمز. این سنگ برای اتصال به زمین و تعادل چاکرای ریشه مناسب است و برای رسیدن به اهداف به فرد جسارت می بخشد. 5. رایحه درمانی. سنبل ختایی. این گیاه به بدن کمک می کند تا با بیماری های رایج مانند سرماخوردگی، سینوزیت، برونشیت، تب و عفونت‌های ریه مقابله کند. چوب سدر. درختی همیشه سبز از خانواده درختان کاج است.
روغن استخراجی از درخت سدر از قدیمی ترین ترکیبات در عطر سازی است. روغن میخک، این روغن هم کمک میکند تا گره های درون انرژی چاکرا باز شود و اگر بتوانید با امواج رایحه این روغن در حین ماساژ هماهنگ شوید، شما را به سوی دگرگونی و تازگی خواهد برد. 6. فعالیت های سودمند برای تعادل چاکرای اول. هاتا یوگا شاخه ای از یوگا است. هاتا به معنی نیروست و بیان کننده یک سری از تکنیک های فیزیکی مکمل برای یوگا است. همچنین پیاده روی، دویدن، قدم زدن با پای برهنه در طبیعت، دوچرخه سواری، کوهنوردی از دیگر فعالیت های سودمند می باشد. توضیحاتی بسیار کوتاه و مفید در رابطه با پاکسازی و قدرتمند کردن چاکرای اول خدمت شما اعلام کردم. از شما سپاسگزارم که چنل خودتون رو سابسکرایب و زنگوله رو به صدا در میارید تا در ویدیوهای بعدی توضیحات کاملتری رو برای شما اعلام کنم و در جریان آنها قرار گیرید. روز روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.